بازداشت شدن دو تبعه خارجی دیگر در ایران، آنگونه که روزنامه فیگاروی فرانسه نوشته، یکی از آنها ایرانی فرانسوی است و یکی دیگر آلمانی. بنابراین گزارش، آنها حدود دو هفته پیش دستگیر شدند، اما هنوز مقام‌های فرانسه و آلمان در این باره واکنشی نشان ندادند. این گزارش ادعا کرده که این افراد به منظور اعمال فشار برای آزادی اسدالله اسدی دستگیر شدند. دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش که تیر ماه سال 1397 از سوی نیروهای امنیتی بلژیک به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس دستگیر شد. او 16 بهمن ماه جاری به 20 سال زندان محکوم شد. مقام‌های قضایی بلژیک حکومت جمهوری اسلامی را در اقدامات آقای اسدی دخیل می‌دانند، اتهاماتی که تهران آنها را رد می‌کند. مسئله اصلی دیگر اذعان قضات به مسئولیت حکومت ایران است. حکومت ایران در دادگاه حضور ندارد، اما مسئول است و بنابر حکم دادگاه در این اقدام دست دارد. ممکن بود کشتار روی دهد و هزاران نفر کشته شوند. از سوی دیگر بهار عمیدی، همسر عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از نخستین مکالمه تلفنی با او پس از دستگیریش در ایران خبر داد. عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سراوا که برند دیجی کالا زیر نظر آن است، به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. پیشتر روزنامه دی ولت چاپ آلمان هم نوشته بود که 4 شهروند آلمانی در بازداشت حکومت ایران به سر میبرند. یکی از آنها ناهید تقوی است، شهروند ایرانی آلمانی که مهر ماه گذشته در منزلش در تهران دستگیر شده، اما هنوز دلیل بازداشتش اعلام نشده است. دیگری جمشید شارمهد، مسئول گروهی مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر است که پس از سفر به دبی ناپدید شد و بعد حکومت ایران دستگیریش را اعلام کرد. نام 2 شهروند آلمانی دیگر اعلام نشده و با احتساب فرد مورد اشاره در گزارش فیگارو، شمار شهروندان آلمانی در زندانهای ایران به 5 تن میرسد. فریبا عادل‌خواه، شهروند فرانسوی ایرانی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، هم خرداد ماه گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود در تهران بازداشت شد. میخوام براش پیام دوستی بفرستم. اون بسیار بسیار شجاعه و باید بدونه که ما در کنارش هستیم و آزادیش به معنی آزادی علم خواهد بود. رولان مارشال، محقق فرانسوی و همکار خانم عادل‌خواه، هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چند ماه آزاد شد. در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی بازداشت شدند. برخی از آنها با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. تاریخ سپتامبر 2018 اومدم ایران. یکی از آنها کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی است که با 3 ایرانی محکوم در پرونده توطئه برای بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند مبادله شد. همچنان چندین تن از اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی در ایران زندانی هستند. بسیاری کشورها و مجامع بین المللی هدف از این دستگیری ها را فشار جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف سیاسی می دانند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.